بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان تلویزیون امید 24 جهانی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آرزومند هستم همه تان صحت و عافیت داشته باشین. امروز سه شنبه تاریخ 5 جنوری 2021 یازدهمین برنامه شریعت را تحت عنوان اسلام دین صلح است از بریتانیا خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. امیدوار هستم مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. صلح یک شایستگی، یک برجستگی، یک نقطه بسیار عالی برای هر انسان، برای هر اجتماع، برای هر خانواده پنداشته می شود. هر انسانی و هر کسی که روح دارد، حیات دارد، برای صلح ضرورت دارد. صلح موضوعی است که اول در وجود انسان باید صلح باشد، یعنی تمام اعضای بدن با همدیگر در یک توافق قرار داشته باشد، با صلح باشد. مثلا فکر با گوش، گوش با زبان، زبان با روح و وجدان در یک صلح و سلامتی قرار داشته باشد. همچنان در یک خانواده تمام اعضای خانواده از بزرگا شروع تا خردا و طبقه اوناس، بزرگور، اطفال، همه با صلح ضرورت دارد که در یک صلح و سلامتی زندگی داشته باشند و با همدیگر محبت و صمیمیت بیارزند و این رابطه میگره به داشتن فضای صلح در یک خانواده. همچنان به مرور زمان این مراجعه میکنه به قریه، به ولسوالی، به ولایت، به یک کشور و به یک اجتماع و به تمامی جامعه جهانی و تمامی بشریت. چرا صلح نیاز هر بشر است و هر انسان است؟ مادامی که صلح در یک جامعه نباشد، در یک خانواده نباشد، ممکن نیست که ما زندگی درست داشته باشیم، ممکن نیست که ما زندگی مرفه داشته باشیم، ممکن نیست که ما از نعمتهای خداوند جل و استفاده مثبت کرده بتوانیم. صلح تمامی شرایط خوشبختی و سعادت را برای ما پدیدار می سازد. صلح هست که ما خداوند جل جلاله را به شکل درست درک میکنیم و عبادت میکنیم. صلح هست که ما قوانین را با همدیگر، بالای همدیگر، من حیث یک اصل به خاطر زندگی بهتر تطبیق میکنیم. صلح هست که ما فضا را برای ما مساعد میسازد تا ما میاموزیم با والدین خود احترام بکنیم، به اعضای خانواده احترام بکنیم، به جامعه احترام بکنیم، به بزرگا احترام بکنیم، به خردا شفقت بکنیم، با قوانین تن بتیم و صلح هست که بالاخره فضای انسانی را به بار میاره. خداوند جل جلاله اولین آیت را که نازل فرموده است آیت اقرا به اسم ربک الذی خلق است، یعنی آیت است که معنا مفهوم آن آموختن، خواندن، یاد گرفتن، آموزاندن، دانستن، فهمیدن و آموزش دادن است. بنابراین این آیت شریف مسیر تمامی بشریت را واضح و روشن می سازد که و این آیت الهام و رهنمود بزرگی برای تمامی انسانیت برای تمامی انسانیت است که باید همه شعور و امور حیات خوشش را بیاموزیم. زمانی که آموختیم و فهمیدیم اشتباه نمی کنیم، جامعه را آباد می سازیم، پیوندهای انسانی را تقویت می بخشیم، با همدیگر مفید می باشیم و دیگر امورات همچنان. بنابراین آموختن و آموزش به فضای صلح و ثبات و استقرار ضرورت دارد. فضای سالم زمانی که وجود داشته می باشد صلح برقرار می گردد. بزرگترین برنامه دین مبین اسلام زندگی مسالمت آمیز و زندگی با همی و زندگی با صلح و ثبات در یک جامعه پنداشته می شود. حدیث پیامبر بزرگ اسلام می فرماید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شما نه به کسی ضرر برسانید و نه هم به کسی اجازه بدید که به شما ضرر برساند. وقتی که ضرر دفع میشه از طرف جانبین که خود ما به مردم ضرر نمیرسانیم و مردم هم به ما ضرر نمیرسانند، در اون صورت صلح پایدار میگردد، صلح تقویت میگردد. زمانی که ما از ضرر همدیگر مسئول باشیم در اون صورت فضای صمیمیت و محبت و فضای دوستی
ایجاد می گردد و فضای صلح باهمی ایجاد می گردد. آموختن و آموزش دادن در فضای صلح و ثبات و استقرار یک امر است که هر انسان به آن ضرورت دارد. بنابراین هر انسان باید کوشش کند که فضای زندگی خود را صلح‌آمیز بسازد و با همه موجوداتی که در روی دنیا است با آنها از طریق صلح و گفتمان زندگی خود را دنبال بکند یا زندگی خود را ادامه بدهد. صلح همچنان یک پدیده بسیار مثبت است که در تمام ادیان سماوی و غیر سماوی، در تمامی ارزش‌های انسانی، یعنی جوانب ارزش‌های انسانی در اصول زمان و در تمام درازنای تاریخ یک نقطه مثبت و یک پدیده مثبت در بین بشریت بوده. فضای صلح فضا را مساعد ساخته که انسان‌ها با هم پیوند دوستی داشته باشند. انسان‌ها و جامعات با هم رابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داشته باشند. مادامی که فضای صلح ثابت و فضای صلح پدیدار نباشد، بسیار مشکل است که انسان‌ها ضرورت‌های خود را مرفوع بسازند. به خاطر از اینکه انسان‌ها مانند تسلسل زنجیری با هم دیگر رابطه دارند. امکانات و همچنان موضوعاتی که به انسان‌ها مربوط می‌گردد، یک نقطه با نقطه دیگر، یک موقعیت جغرافیایی با موقعیت جغرافیایی دیگر متفاوت می‌باشد. فرض کنیم یک کشور دارای آلومینیوم می‌باشد، کشور دیگر دارای ذخایر معدنی آب می باشد، کشور دیگر دارای ذخایر گاز می باشد. صلح است که انسانها را با هم پیوند می دهد و اینها تبادل تجارت می کنند، تبادل پیمانهای یا موافقتنامه های به خاطر مساعدت و به خاطر حل مشکلات خود می کنند. و این فضای صلح است که اینها از نعمت های که خداوند جل جلاله برشان داده همدیگر را مستفید می سازن. صادرات واردات می کنند. زمانی که صلح نباشه هیچگاهی این موضوعات صورت نمی گیرد و همیست که زندگی بشریت به صورت عموم مرفع می گردد و انسان ها ضرورت هایشان حل می گردد. وقتی که ضرورت ها حل گردید، انسان ها صحت سالم داشته می باشند و دارای صلاحیت و استعداد و توانایی می باشند که جامعه خود را بیشتر به طرف رفاه و سعادت سوق دهد. و حدیث شریف دیگر همچنان می فرماید، رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که انصر اخاک ظالما او مظلوما، که این حدیث شریف هم بسیار کمک میکنه ما را به خاطر رسیدن به صلح. میگه انصر اخاک، شما مساعدت کنید کمک کنید برادرتان را، ظالما او مظلوما، اگر ظالم باشد یا مظلوم باشد. بعضی از صحابه سوال کردن که یا رسول الله، مظلوم خو واضح روشن است ولی ظالم چطور ما کمک بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه در جواب فرمودن که ظالم را از ظلمش منع کنین، یعنی دفع کنین، ظالم را شما مانع شوین که اونها ظلم نکنن و این هم کمک میشه برای ظالم و مظلوم همچنان. و مظلوم جایگاه مظلوم واضح روشن است که هر انسان و هر زیرو کوشش میکنه که با مظلوم همکاری و همیوری داشته باشه. کمک کردن به خاطر سعادت انسان ها، به خاطر روح و روان انسان ها، به خاطر پیشرفت انسان ها، به خاطر زندگی بهتر انسان ها یک پدیده است، یک موضوعی است که تمام قوانین بشریت، قوانین دینی و قوانین اسلامی بر او تاکید دارند. دین مبین اسلام برای موضوع بسیار تاکید دارم. و می خاطر است که هیچگاه دین مبین اسلام به کسی اجازه نمیده که به کسی ضرر برسونه. همیشه دین مبین اسلام منطقش بر صلح، دوستی، سعادت، محبت، صمیمیت، مودت بوده و هیچگاه اجازه نمیده که بالای کسی دیگر حمله بکنن و هم به دیگران اجازه نمیده که بالای مسلمان ها یا با جامعه اسلامی حمله بکنن. بنابراین اینجا موضوع عنصر اخاک ظالما او مظلوما هم در این به تعریف گرفته شده که شما هم خود را کمک کنین و هم کسایی که بالای شما ظلم میکنن
اونها را کمک کنه، نمانیم که آنها ظلم بکنند. و این با چندین تعبیر ما میتونیم که از این استفاده کنیم. یک تعبیری است که یکی موضوع جنگ فیزیکی یا جنگ فرض کنیم تن به تن است، در اون صورت شک رو واضح است. اما یک موضوع دیگه ای است که فرض کنیم یک جامعه یا یک کشور در بالای کشور دیگه ظلم میکنه و این کشور مظلوم قرار میگیره، یا بنابر ناتوانی ها یا بنابر کمبوداتی که در جامعه رخ داده میباشه، بنابر پیام اسلامی است، دستور اسلامی است که ما خود قوی بسازیم، ما خود مثل همانند دشمن خود قوی بسازیم تا ما با آنها مقابله کرده بتانیم. و هی هم یک موردی است که ما دفع ظلم کرده میتانیم، یک از موارد است. مثلا در موضوعات علمی، در موضوعات دانش، در موضوعات ساینس، در موضوعات تکنولوژی، زمانی که یک کشور محتاج کشور دیگه می باشد، در اون صورت طبیعتاً تفاوت بسیار بزرگی بین این دو کشور وجود داشته می باشد. کشوری که تفوق داشته می باشد و کشوری که محتاط می باشد، طبیعتاً کشور محتاط تحت تاثیر کشوری که تفوق داشته باشد قرار داشته می باشد. در اون صورت ما کوشش کنیم، تلاش کنیم که تا خود را همانند کشورهایی که تفوق داره، کشورهایی که دست بالا داره در تکنولوژی و در پیشرفت و در اقتصاد و در امکانات، که خود مساوی بسازیم تا یک ضرورت های خود ما مرفوع بسازیم. وقتی که ضرورت های خود مرفوع ساختیم، در حقیقت ما خود ما مانع ظلم آنها شدیم. چرا وقتی که ما خود ما فضا صلح باشد و ما ضرورت های خود مرفوع کرده باشیم، کسی بسیار به جرأت یا بسیار به سادگی نمیتونه که در بین ما مداخله بکنند یا بالای ما ظلم بکنند. یک حدیث شریف دیگه هم هست که پیامبر بزرگ اسلام میفرماید: من راى منكم منكرا فليغير بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. یعنی حدیث شریف هم پیوند بسیار نزدیک به موضوع ظلم داره. به این معنا زمانی که شما یک برادر را میبینید که ظالم از ظلم میکنه، یا فرض کنیم مردم را آزار و اذیت میکنه، حق مردم را میخوره و بالای مظلوم ظلم میکنه، چه به شکل انفرادی و یا چه به شکل گروهی، شما آنها را اصلاح بکنین. وقتی که شما یک منکر دیدین، منکر یعنی کسی که در مسیر نادرست روان است، من را آمنکم منکرم فلیغیر بیده، او را به دست اصلاح بکنین. یعنی به دست معنایش چی است؟ معنایش است که اما قوت توانایی را پیدا بکنین، او را از طریق دست منع کنین. یعنی شما این توانایی را داشته باشین که اونها را ظلمش یا منکر بودنش یا در مسیر نادرستی که روان است، او را از طریق دست دفع بکنین. به این معنا که اگر امکانات را که او در دست داشت، شما هم امو امکانات را داشته باشین که از طریق امو امکانات او را دفع بکنین ضررهای زوره، یا امو توانایی جسمی یا توانایی فکری یا توانایی علمی را داشته باشین که تا مانع ظلمی او شوین. و همچنان من را امنکم منکرم فلیغیر بیدی و این لم یستطیع فبلسانی، اگر نتانستین از طریق دست، از طریق زبان شما پند و نصیحت بکنین، موعظه بکنین و همچنان تبلیغ بکنین، دعوت بکنین، و باید این توانی علمی را داشته باشین که شما طرف مقابله از طریق زبان دعوت بکنین و از طریق زبان اونا را به خیر و فلاح و سعادت دعوت بکنین. این هم یک مساعدت و کمک است به طرف مقابل، کسی که برای منکر روان است و کسی که برای نادرست روان است. و موضوع سوم، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، و اگر او را نتونستی و با توانی دومش هم نداشتی، بنابراین از طریق روح و قلب از او شخص خود دور نگاه کنید تا که به شما ضرر متوسل نشود. و این درجه آخری، درجه کسی است که آنها ضعیف الایمان است. معنایش چیست؟ اینجا تعبیر بسیار بزرگ است، این بسیار توجهات به اصطلاح یعنی شرح بسیار کلان کار دارد که آل وقتش نیست. شرح این است که زمانی که اگر انسان ناتوان و ضعیف می باشد، علتهای گوناگون وابسته به انسان می باشد. به این معنا که یک انسانی که تنبل می باشد، کار نمی کند، زحمت نمی کشد، یا به اصطلاح به طور عموم جامعه هم قسم می باشد، این خود مقصر اصلی خود امو جامعه، خود امو انسان است که چرا شرایط را قسم مساعد ساخته که جامعهشان ضعیف باشه یا خودش ضعیف باشد. و این در بسیاری حالت همین قسم است. وقتی که انسان به این حالت مبتلا بود، بنابراین نمیتونه که طرف مقابل یا طرف ظالم یا کسی که به منکر روان است او را اصلاح بکنه و این برمیگرده بر خود به شخص ضعیف. و این ضعیف ایمان یعنی که ایمانش ضعیف است که نتانسته خود را مساعد بسازه، خود را برابر بسازد
در مقابل ضرورت های جامعه. اما در بعض حالات این تعبیر است که مثلا یک انسانی که مریض می باشه یا انسان ناتوان می باشه از نظر روحی جسمی توانایی مناقشه و مناظره را نداشته می باشه یا توانایی این را نداره که از طریق دست خود از طریق ابزار و وسیله طرف مقابل اصلاح بکنه، بنابراین ضعیف الایمان است. در این صورت باز این تعبیر هم یک مقدار بر می خوره، ولی بعض چیزهایی که فطرتی می باشه او را انسان نمی تانه تغییر بده. ما به این خاطر آیت قرآن عظیم شان که بسیار یک آیت معروف و مشهور است او را خدمت ما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی بفرمه الصلح خیر. کلمه خیر بسیار یک معنای بزرگ افاده میکنه و الصلح خیر یعنی صلح خیر است، بهبود است، سعادت است، خوشبختی است برای همه انسان ها. و اینجا صلح خیر برای تمام بشریت اشاره شده، تنها به مسلمان ها نیست بلکه به تمام بشریت است، یعنی تمام نهادهای بشری، تمام جوامع بشری، تمام کشورهای اسلامی، تمام کشورهای انسانی که به اصطلاح در روی دنیا وجود داره یا زیست داره، اینا صلح برشان خیر است که اینا در حالت صلح زندگی کنن. اگر صلح بود اینا به سعادت و تعالی میرسن، اگر صلح نباشد اینا به تعالی نمیرسن. ما چند مثال زنده را چون ما شما در قرن 21 قرار داریم، در وقتی ما شما قرار داریم که تمام معلومات ها از طریق رسانه ها و از طریق وسایل تکنولوژی سمعی و بصری در خانه های ما حتی میرسه. ما شما آگاه هستیم که امروز کشورها در کدام مسیر روان هستند و این یک چیز مبالغه است. اگر ما امروز مثلا کشور ژاپن را، کشور کره جنوبی را، کشور هند، چین، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی و ده ها کشور را متوجه شویم که اینا چرا پیشرفته هستند، اینا چرا جامعه سالم دارند، اینا چرا جامعه قانونمند دارند، چرا بسیاری از کشورها محتاج این کشورها هستند، چرا بسیاری جوانان خصوصا از افغانستان کشورهایی که جنگ است در این کشورها فرار میکنند میرن، علت برمیگرده به می که اینا در قدم اول فضای صلح را در جامعه خود، در کشورهای خود اینا تأمین کردن. بعد از رسیدن به صلح اینا توانستن که البته کشور خود را پیشرفته بسازند و تمام ضرورت های خود مرفوع بسازند و در عین وقت اینها بتونن بعد دیگر جهان انسانیت و جهان به اصطلاح بشریت کمک و مساعدت بکنند. و امروز میبینیم که اگر کشورهای اتحاد اروپا است، اگر امریکا است، همچنان کشورهای دیگه که نام گرفتم، اینها در یک حالت صلح و ثبات قرار دارند. اما اگر صلح و ثبات نمی بود، ناممکن بود که اینها کشورهای بزرگ اقتصادی می بودند، ناممکن بود که اینها کشورهای بزرگ صنعتی می بودند، ناممکن بود که اینها کشورهای بزرگ نظامی و سیاسی و اقتصادی می بودند. بنابراین صلح بسیار ضرورت است. اینا اول در قدیم بسیار جنگای را کردن، بین چین و ژاپن بسیار جنگای خونین شده، بین کشورهای اتحاد اروپا بسیار جنگا شده، همچنان بین امریکایی ها و داخل جنگای در داخل امریکا بوده. بنان بعد از سالها تجربه جنگ اینا درست درک کردن و فهمیدن که بهترین وسیله و ابزار به خاطر رفاه و سعادت و به خاطر از بین بردن بدبختی ها صلح است. و اول صلح را تامین کردن، با خود جرامت کردن و با همسایه خود جرامت کردن و با جامعه بشری جرامت کردن، بعد از او تانیستن که اول قدرت شوند و قدرت های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند. همچنان در کشورهای اسلامی اگر ما به کشورهای مالزیا، اندونزیا، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، سلطنت برونای، سلطنت آلمان، الجزایر، تونس و بسیار کشورهای دیگه هم ما متوجه شویم عین قضیه است. مثلا تعداد از این کشورهاست که در حالت بسیار رشد اقتصادی روان است، در حالت بسیار رشد تکنولوژی، رشد البته تمام معیارهایی که یک مملکت ضرورت داره، یک جامعه ضرورت داره روان است. و اینجا اگر ما شما در اصل قضیه متوجه شوید، قضیه این است که در این جامعه صلح تامین است. اینا در قدم اول صلح کردن، بعد از صلح به پیشرفت نائل شدن. اگر شما فکر میکنید که بین کشورها مشکل نیست، بسیار مشکلات وجود است. اینا مشکلات فرهنگی دارن، مشکلات حدودی دارن، مشکلات البته اقتصادی دارن با هم دیگر، ولی در عین وقت با هم دیگر تفاهم کردن، جور آمدن و همه کشورها به قله های پیشرفت قدم به قدم روان هستند. و برعکس اگر ما پس کنیم، مثال میتیم کشور سوریه را یا کشور افغانستان را یا مثلا یمن را یا همین تو کشورهای لیبیا، کشورهای دیگه که جنگ هستن، اینا چی به دست آوردن؟ اینا هیچ غیر از کشتن، غیر از اینکه شهرهایشان تخریب شده،
شهرهایشون به یک ویرانه تبدیل شده، دیگه چیزی رو بدست نآوردن. اگر شما امروز شهر حلب سوگر ببینید، به یک ویرانه تبدیل شده. همچنان افغانستان، اگر شما متوجه باشید، این جنگ ها چی رو بدست میاره؟ مثلا دیروز یا پریروز والی ولایت قندهار گفت که در قندهار 700 پل و پلچک تخریب شده. این به نفع کی است؟ این به اصطلاح از طرف کی صورت میگیره؟ اگر زمانی که صلح باشه، ثبات باشه و استقرار باشه، دیدگاهی همچون موضوع صورت نمیگیره و این حاصل جنگ است. حاصل است که ما به عدم صلح متاسفانه به اصطلاح متواصل هستیم. اگر ما به صلح متواصل شویم، انمی موضوعات کلش از بین میره و جامعه پیشرفته میشه، ضرورت های مردم مرفوع میگردن، مردم مشکلاتشان حل میشه و هر انسان بنابر ضرورت های خود زندگی خود را رونق میبخشه و زندگی فضای سالم به بار میاد، محبت به بار میاد و این اختلافات و این به اصطلاح مشکلاتی که دامنگیر تمام اقشار ملت ما شده در تمامی گوشه ها و اطراف افغانستان همچنان در خارج، این بالاخره از بین میره و ما اشد ضرورت داریم که در افغانستان صلح را به هر قیمتی که باشه تامین بسازیم و در این راستا تمامی ما مثلا ما به اصطلاح نیازمند هستیم که دست با هم دیگر بدهیم و در این موضوع کوشش بکنیم، تلاش بکنیم تا که ما با یک صلح دائمی، یک صلح با عزت و یک صلح با وقار دستیاب گردیم و این یک ضرورت هم. در غیر از این خدا نخواسته، خدا نخواسته نسل های بعدی با چیزی را به میراث میگذاریم که بسیار خطرناک میباشه و این مسئولیت هم ایمانی، هم وجدانی، هم دینی، هم شرعی، هم انسانی، هم حقوقی است که ما به خاطر صلح کوشش بکنیم و خصوصا کسایی که دانشمند هستند، صاحب عقل و فکر هستند، صاحب قدرت و جاه و جلال هستند، اینها بسیار مسئولیت دارند و اینها بسیار صادقانه تلاش کنند، کوشش کنند که در افغانستان فضای صلح را تامین بسازند، به خاطر اینکه خداوند جل جلاله لطف کرده و صلح خیر. اگر صلح تامین شود، تمام مشکلات ما رفع می‌گردد. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.